بیننده های عزیز به پرسپال کنونی خوش آمدید. در این برنامه آقای محمد کریم خلیلی معاون پیشین رئیس جمهور را با خود داریم که در مورد وضعیت کنونی کشور و چگونگی پیشبرد پروسه صلح بحث خواهیم کرد. آقای خلیلی بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین تا گفتگوی داشته باشیم. میخواهیم در آغاز دیدگاه شما را با در نظر داشته تجربه که حکومت داری را در این کشور دارین میخواهیم ارزیابی شما را بفهمم که در حال حاضر ارزیابی شما از وضعیت فعلی کشور چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از هر چیز خدمت مردم شریف افغانستان به خصوص بینندگان تلویزیون شما سلام و احترام خود تقدیم میکنم. امیدوار هستم که زمستان خوبی را مردم ما پشت سر بگذارن. در رابطه با سوال شما باید گفت که فرق میکنه از زاویه‌های مختلفی. به طور کل از نگاه امنیتی ما وضعیت خوبی نداریم. هر روز شاهد فاجعه‌های بسیار کلانی هستیم و ما از مردم افغانستان قربانی گرفته میشن. از نگاه فقر و بیکاری هنوز هم مردم با همه طرح‌هایی که حکومت اعلام کرده روز به روز رشد فقر و بیکاری بیشتر میشه و وضعیت مطلوب ما از این ناحیه نداریم. از نگاه اعتیاد که امروز یک سونامی بسیار خطرناک است و دامنگیر ملت افغانستان به مراتب بدتر از وضعیت جنگی ما که سرانجام جنگ ممکنه روز یک راه حل پایانی پیدا کنه، ولی اعتیاد هر روز که ما میبینیم خزنده از مردم افغانستان هم قربانی میگیره و هم بیشتر در بین مردم اعتیاد رشد کرده که امروز فاجعه بزرگ رو ما میبینیم. از این جهت با خود آمارهای رسمی هم نشان داده که نسبت به سالهای گذشته حتی کشت و قاچاقش به مراتب اضافه شده. من یک بار در پای تلویزیون بودم، 43% خود مسئولین اداره ای مبارزه با اعتیاد اعلام کردن. از این نواحی ضعف جدی را در حکومت وحدت ملی بخصوص در قسمت وضعیت امنیتی در کجا میبینین؟ چون در اوایل شما خود یکی از حامیان حکومت اعلان کردین و یادم است یک بار دیگه در آغاز حکومت با شما مصاحبه داشتم، گفتین که ما با تمام توان پشتیبانی میکنیم از این حکومت تا موفق شود. عالم یکی از حامیان حکومت هستیم. یعنی امیدی را که شما داشتین و آرزویی را که داشتین که حکومت گام های جدی برمیداشت در قسمت تغییر اوضاع امنیتی، در قسمت تغییر وضعیت اقتصادی، این همو آرزوهای شما به عنوان یک شهروند برآورده شده؟ یک بحث دیگه است. چقدر انتظارات مردم، چقدر انتظارات ماهایی که حمایت کردیم از حکومت وحدت ملی یا استیمی تحول تداوم تحقق پیدا کرده، یک بحث دیگه است. اما ای که ما حمایت میکنیم عالم، شعار ما حمایت از حکومت هم. و ما هم از نگاه دینی و هم از نگاه شرایط کنونی یک جامعه و یک کشور بدون حکومت به مراتب وضعیت خطرناک خواهد داشت. ولو که یک حکومت ضعیف هم باشه باید اون حکومت ضعیف حمایت کنیم. این دیدیم است. یعنی او آرزوهایی که شما به عنوان یک شهروند حداقل امید زیر داشتین که حکومت انجام بده بخصوص در قسمت وضعیت امنیتی و اقتصادی انجام دادن؟ من طرحهای بدی نمیبینم به حکومت، بخصوص شخص رئیس جمهور هر باری که نشستن دیدگاه خوبی دارن، ولی این که در جنبه این طرحها جنبه عملی به خود نمیگیره یک بحث دیگه است. و ضعف حکومت وحدت ملی را باید یادآور شیم که در اختلاف درون حکومت است. عدم هماهنگی در درون حکومت بزرگترین مانع بازدارنده پیشرفت یا تحقق طرحها وضعیت فعلی درون حکومت است. ما بارها گفتم هم در جلسه عمومی هم در سطح رسانه که ما باید، حتی شوخی هم با جناب رئیس جمهور کردم که از اول پیش از آنی که در هر مسئله ملی و
کلان کشوری ما اجماع ملی به وجود بریم، شما اجماع حکومتی به وجود برید. اجماع حکومتی مقدمه همه اجماعها و اتفاقهای دیگه ای هست. اما استدلال رهبرای حکومت وحدت ملی امی است که اینا تانستن تا یک حد به اجماع ملی دست پیدا بکنن و به همین خاطر هم هر از گاه نشستهای می داشته باشن با برخی از سران جهادی و برخی از شخصیت‌های سیاسی در داخل کشور. من عرض کردم که از هر چیز کرده اولویت یک دست بوده حکومت، هماهنگی بین اعضای حکومت و اجماع خود حکومت است. وقتی که ما ایران نداشته باشیم یا این ضعف داشته باشد، طبعا دیگر نشست ها و دیگر اجماع ها زیاد نتیجه اونچنانی ملموسی نخواهد داد. و پیشبینی شما چی است؟ چون شما هم در برخی از این نشست ها حضور می داشته باشین، فکر میکنین که رهبرای حکومت به یک توافق کلی دست پیدا بکنن و با یک هماهنگی لازم در قسمت وضعیت امنیتی و وضعیت اقتصادی کشور گام های جدی بردارن؟ یک گام خوبی بود، آغاز یک مشوره ای که شروع شد یک گام خوبی است، ولی دید همه بزرگای جهادی و ریسفیدایی که در اونجا بودن یا همه شهروندایی به اصطلاح ما و شما که بودیم، ای بود که باید وقتی که مشوره داده میشه در یک اجلاس یا در یک جلسه و در یک موضوع، باید همون جنبه عملی هم به خود بگیره، نه اینکه سمبولیک و فرمایشی باشه. یعنی این نشست هایی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار میشه تمام شکل نمایشی رو داره؟ یه آغاز کار است. من عرض کردم که اگر جنبه عملی به خود بگیره، مشوره ها را حکومت وحدت ملی حساب برایش باز کنه و یک مقدار ارج برایش بگذاره، من یقین دارم که یک گام خوبی است. و اگر نه، جنبه سمبولیکی داشته باشد و خودشان هر آنچه که دارند عمل کنند، ولی فقط برای ارضای مردم بگه که ما مشوره کلان با همه داشتیم، بار بگذاره به دوش همه، این بحث دیگه است. ولی یه آغاز کار است، ما با فال نگ میکریم. و در قسمت پایان جنگ و آغاز روند گفتگوهای صلح با طالبا، یعنی حکومت وحدت ملی هم امو گام های را برداشت که 13 سال حامد کرزی برداشته بود. یعنی فکر میکنین که نیاز بود رهبرای حکومت وحدت ملی یک بار دیگر تجربه گذشته را تکرار میکردن؟ من این بارا یادآور شدم، هم در حکومت که خودم عضو حکومت بودم، یک از معاونین ریاست جمهوری بودم، و هم به می حکومت که در هر جلسه ای چه عمومی چه خصوصی با جناب رئیس جمهور، اول اینکه صلح یک ضرورت جدی افغانستان است. ما باید برای این جنگ یک نقطه پایانی پیدا کنیم. باید کولومبیا که 50 سال در جنگ بود سرانجام یک نقطه پایانی پیدا کرد. همین شهامت هر دو طرف نشان دادن، بالاخره به یک پروسه صلح تن در دادن. ما هم نزدیک 4 دهه است که در جنگ است. یک نسلی که ماها باشیم در همین گردبری جنگی و همیزی جنایات و رسوایی ها و فاجعه‌ای که از لازمه جنگ است تیر کردیم. آیا نسل های دیگه ای ما در جنگ تیر کنن؟ بالاخره باید یک نقطه جنگ، ختم جنگ پیدا کنن، در یک نقطه برسیم که جنگ خاتمه پیدا کنن. من قبول دارم که حکومت قبلی هم موافقیتی نداشت اونچنانی که لازم بود، حکومت فعلی هم متاسفانه هیچ گونه موافقیتی نداشت، نه او حکومت نه او حکومت. و این را باید تجدید نظر کرد، این را باید تجدید نظر کرد. یعنی در قسمت تجدید نظر شما گفتین گام هایی را که رهبرای حکومت وحدت ملی برداشته فکر میکنین درست بود، چون برخی از اعضای شورای عالی صلح تغییر و تبدیل کردن، یعنی با تغییر افراد میشه که به این پروسه موفقیت بخشید؟ من در رابطه با نفس خود شورای عالی صلح هم حرف دارم، ملاحظه دارم. شورای عالی صلح با روش قبلی، با وضعیت قبلی خود هرگز موفق نخواهد شد که صلح پیاده کنه و جنگ خاتمه بده. یعنی به چی دلیل موفق رابطه نمیشه؟ در این رابطه من بارها هم با جناب پیر سید با رئیس جمهور اوائل صحبت داشتیم، هم تنهایی هم صحبت داشت. دو این که به علاوه شورای عالی صلح که باید اکتری نظر شود در همه کارش، ما به سروازی میگیم که در دوره قبلی وقتی که ما آمار از گزارشی را از دارالانشای
شورای عالی سال گرفتیم، بیشترین مصرف در پروژه سازی به نام شورای عالی سال بود. شورای عالی سال به پروژه سازی در بخشا در ولایت چمر بود. پروژه سازی ما اداره داریم، وزارت داریم، در هر بخشی اونا باید وظیفه خود انجام بده. یعنی بعضی آدرس خیلی نشان میده که در شورای عالی صلح به یک نوع هیچ گونه برنامه و استراتژی پیش برده گفته واسه. من نمیگم، من عرض کردم که این بازنگری باید در روش کاریش. بحث ما در ایست. و حداقل در اوایل حکومت وحدت ملی پس از چند مدت شما هم به عنوان معاون نخست شورای عالی صلح برگزیده شدین. یعنی چی یافتین واقعا در این شورا برنامه و یا استراتژی به خاطر پیشبرد گفتگوهای صلح وجود داره؟ طبعا ما شورای عالی صلح قبلی را احترام میگذاریم، با خصوص بزرگترین قربانی شورای عالی صلح در راه صلح داد که استاد ربانی شهید بشه. خودش یک قربانی کلان است که ما دادیم، ولی بحث ما است که یک روش، یک راهی که مؤثر واقع نشد باید هر سال باید بازنگری شد. چرا صد که یک دوره کلان 10 ساله رو پشت سر گذارندیم، آلی باید در این دوره 5 ساله هم همون را تعقیب کنیم. از این جهت یک بازنگری جواب میکنه در این روش ها. دوم این که نباید در تحقیب کردن صلح ما چشمبین یا منتظر دنیا باشه. ما قبول داریم جامعه جهانی همکارای بین المللی ما مؤثرن، باید حمایت کنن، ولی بیشتر لنگر ما در چوکات خود جغرافیای افغانستان بندازیم. یعنی صلح با یک روش افغانی پیش ببریم با حمایت های بیرونی، اما نکنیم صلح به ای که اگر مذاکره چهار جانبه شد همه امید داشته باشند که به یک جای میرسیم، اگر نشود کلا ناامید شیم که نه صلح به پایان میرسه. این روش روشی مطلوبی از دید من نیست، شاید اشتباه کنم، ولی دید من است که باید صلح با روش افغانیش تعقیب کنم. یعنی وقت روش افغانی میگیم، معلومدار باید که امو ظرفیت و توانایی هم در داخل افغانستان وجود داشته باشه. شما فکر میکنین در شورای عالی صلح کسایی وجود داشته باشن که تخصص در بخش مسائل حل منازعات منطقه‌ای داشته باشن؟ خب این بس شورای عالی صلح نبوده تنهایی. شورای عالی صلح زمینه ساز یا زمینه سازی این قضیه را باید بکنه. اما چی زمینه سازی؟ شما به تازگی شنیدین که مشاور شورای عالی صلح گفتن که 2 سال میشه هیچ گونه ارتباط شورای عالی صلح با طالبان نداره. خب من گبار زیادم در جریان نیستم و زیادم تایید نمیکنم موضع گیری برخی اعضای شورای عالی صلح. بیشترم سلیقه‌ای موضع میگیرند. من بارها شاهد این موضع گیری هستم و یکی از دیدیم که در او روزایی که در هیئت رهبری و یا شورای اجراییش میرفتم این بود که هر کس باید طبق سلیقه خود موضع نگیره، بگذارن که کار پیش بره، بعد سخنگوی انتخاب کنه، او سخنگوست که باید موضوع شورای عالی صلح بگه. ولی چیزی که هست، ارتباطات طالبا تا حد داره که من سراغ دارم، هم این بین شورای عالی صلح، بین رهبری شورای عالی صلح و طالبا، بین حکومت و طالبا یک سری گفتمانای ضعیف وجود داره، اما این ضعیف است باید قوی کرد. یعنی چگونه میتوان این گفتمان ها را به یک گفتمان ملی صلح تبدیل کرد؟ برمیگرده به با مکانیزمی که باید وجود دارد و من زیاد ناامید نیستم. یعنی ما اگر جدیتر فضا را بیشتر به سوی صلح جهت بدیم، ما به این مکانیزم هم دستیابی پیدا میکنم. من در شورای کلانی که در ارگم بود گفتم در فضای جنگی ارگش شعار صلح یا گبی صلح یا طرح صلح جنبه عملی به خود نمیگیره. هم ما و هم طرف باید فضا را تغییر بدیم، یک مقدار ضرورت گفتمان و صلح باید تبلیغ کنیم تا اینکه تشدید جنگ و نابودی یک دیگر. هر از گاه وقت گفتگوهای صلح مطرح میشه، موضوع پاکستان هم مطرح میشه. گویایی که پاکستان نقش اساسی را در تامین صلح و ثبات در داخل افغانستان داره.
شما نظرتون چی است؟ کدام کشورها بیشتر نقش مثبت میتونه داشته باشه در تامین صلح افغانستان و کدام کشورها واقعا نمیخوان صلح در افغانستان تامین شه و نقش منفی رو بازی میکنن؟ من قبول دارم که پاکستان هم در تشدید جنگ میتونه نقش کلان رفا کنه، هم در برقراری صلح. یک واقعیت است، هیچ گاهی ممکن نمیتونه پاکستان بشه. در طول می چندین ده هم آسراغ داریم این قضیه را، نه تنها در این مقطع. ولی آرزومند هستم که حکومت وحدت ملی با موضع گیری های دقیق ملیشان، پاکستان هم ضرورت صلح در کشور خود و در منطقه احساس کرده، اونا را وادار کنیم که به صلح کمک کنه، نه اینکه به تشدید جنگ به پیاده کردن صلح باید کمک کنه. اما در حد اقل در این دو سال گذشته تجربه نشان داده که حکومت وحدت ملی نتانسته پاکستان متقاعد بسازه تا ای که هراس افغانان را در داخل خاک پاکستان هدف قرار بده. و تازگی گفتگوی اشرف غنی را با جنرال نجوا باجوا شما هم از رسانه ها شنیدین که رئیس جمهور اشرف غنی گفته که عاملان حمله های روز سه‌شنبه در کابل و قندهار و هلمند آزادانه در خاک پاکستان فعالیت میکنند. یک واقعیت است که ام حکومت قبلی، تنها حکومت هم نباید ملامت کرد، نه حکومت قبلی تانستیم که پاکستان از در پروسه صلح جدی وارد کنیم و متوجه کنیم، و همین حکومت وحدت ملی بایی که هم گامای این طرف برداشت، هم یعنی حکومت وحدت ملی هم گامای حکومت قبلی ما برداشت، ولی متاسفانه به جایی نرسید. و هم یک مقدار پاکستانی ها هم گاه گاهی علاقمندی خود شدید نشان میده، ولی باز در عمل ما ضعیف میبینیم. دلیل چیه؟ برمیگرده به آرد حکومت فعلا. یعنی ما دور هستیم از این قضایا. یعنی فکر نمیکنین که دیپلماسی افغانستان نتونسته ای را به موفقیت برسه؟ تا این لحظه که واقعیت همینه، ولی ما طرفدار یک دیپلماسی فعال هستیم که باید هم دنیا را، ما در او زمان در او حکومت هم جناب رئیس کرزی بسیار پی هم فریاد میزد که لانه های حمایتی تروریسم باید مورد تثبیت شد و مورد حمله قرار بگیرد، و همین حکومت. ولی هیچگاهی جامعه جهانی به این قضیه توجه نکرده. حتی آگاه گاهی در همون دوره کنر و امثال کنر از بیرون مرز مورد راکت پراکنی هم بود، با اینکه ما تفاهم‌نامه و پیمان استراتژی و همچنین پیمان امنیتی هم امضا کردیم، باز هم دنیا توجه نمیکنه. باید یک سیاست، یک دیپلماسی قوی در حکومت وحدت ملی در پیش بگیره که هم دنیا را متقاعد کنه که لانه های اصلی تروریسم کجاست، توجه به اونجا شه، و هم پاکستان را وادار کنیم بکشانیم به از این که عشق علاقمند به تشدید جنگ داشته باشد، عشق علاقمندی خود به پیاده کردن صلح و خاتمه جنگ عملی نشان بده، نه شعاری. شعاری نه این طرف مشکل حل میتونه نه اون طرف. و حکومت وحدت ملی در کنار از اینکه برخی افراد به شورای عالی صلح معرفی کرد، شما را هم به عنوان معاون نخست این شورا معرفی کرد. شما هنوز هم به وظیفه تان انجام میدین؟ من در اوایل میرفتم، خیلی جدی هم میرفتم، ولی بعد اکثر مسائلی که در قضای بین ما و حکومت بخاطر خواست مردم در رابطه با علین برق دو تاب پیش آمد، هم رفت آمدیم به حکومت کم شدم در رابطه با شورای عالی صلح. گاهی پیر صاحب میبینم ولی رسما در جلسه نرفتم، ولی بخاطر که معتقد به ختم جنگ و پیاده کردن صلح هستم، هنوز هم از شورای عالی صلح هم بیرون نشدم. اکثر طرح ها و دیدگاهی را هم با رئیس صاحب جمهور صحبت کردم، هم با پیر صاحب صحبت کردم دمی اواخر، و هم با مشاور امنیت ملی. امیدوار هستم که در او رابطه توجه شود و ما حاضر هستم که جدی در این بخش کار آغاز کنیم. در مورد لین برق گفتن، در همین مورد هم منتقدان زیاد شما دارن، نقد میکنن گویایی که شما در زمانی که معاون رئیس جمهور بودین در او زمان چرا صدایتان را بلند نکردین، و حال که کار از کار گذشته و حال میخواین که صدایتون بلند کنه.
خیلی یک چیزی حاشروی دوست است. ما در 11 ثور امسال این فیصله را داریم. پیش از او ما در جلسه ارک بعد از فیصله 11 ثور که همه حرکت جنبی شروشنای پیش آمد که جناب رئیس جمهور بود، جناب رئیس اجرایه بود، آقای دانش صاحب معاون ریاست جمهوری بود، مشاور امنیت ملی بود، آقای رئیس دفتر رئیس جمهور بود، ما بودیم. جو با صراحت دکتر صاحب عبدالله که از دوستای دا کرد که در زمان شما شد، دکتر صاحب عبدالله صاحب با صراحت گفت که نه، در سطح بالا هرگز بحث نشد در روز زمان، نه در کابینه نه در شورای امنیت. در زیر مجموعه ممکن بحثایی بوده که خب در زیر مجموعه خیلی چیزا بس، ولی آنچه که قانونا یا رسما حکومت تغییر داده در 11 ثور امسال بوده، در حالی که من یک سال و هفت ماه پیش از ای، حتی یک سال و هشت ماه پیش از ای امی ماستر پلانی که فشنر آماده کرده بود شخصا بردم برای رئیس جمهوری جدید حکومت مدت ملی که تشکیل شد دادم که اگر ما شنیدیم که در برشنا همچه خبرهای است شما جلوش بگیرید. ایخ بس قومی هم نبود، هر کس که جنبه قومی میده. اما این دید شما چقدر میپذیرین ادعای وجود داره گویایی که رهبران جوان هزاره در تلاش ازی هستند که این موضوع را هدف قرار بدن و به یک نحوه رهبرای سنتی را کنار بزنن؟ من این شوخی میدانم، هیچ قبول ندارم با اجازه شما. گام هایی را که حکومت وحدت ملی به خاطر ایجاد اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی برداشته قناعت بخش است؟ از دید من یک گام مثبت است، با اینکه یک سری از نگاه قوانین نافذه کشور یک مقدار با اشکال مواجه بود، ولی ناگزیر بودیم که یک گام برداشته شد و این گام برداشته شده، ولو که جامع نیست ولی اشکالاتی داشته باشد، ولی خود این حرکت یک حرکت مثبت است و باید ما به سوی اصلاحات انتخاباتی بریم. و در کنار از این یکی از تعهدات جدی دیگه حکومت وحدت ملی برگزاری لوی جرگه بود. یعنی فکر میکنین که در کنار این اختلافایی که در رهبری حکومت وجود داره موفق شوند به خاطر برگزاری لوی جرگه؟ خواست مردم هم برگزاری انتخابات پارلمانی است که یک ضرورت است و نباید حکومت وحدت ملی در این قسمت غفلت کنه و عدم برگزاری انتخابات کشور به بحران خواهد برد. به هیچ وجه هر روز قابل توجیه نیست که دوستان ما توجیه میکنن. و لوی جرگه قانون اساسی، طبعا لوی جرگه قانون اساسی منظور شماست که در توافقنامه آمده، ای بین از این دو بزرگوار، نه بین دو تیم، حتی من معتقد نیستم بین دو تیم می چیز آمده، بین دو بزرگوار رئیس جمهور و رئیس اجرایه که هستن در حکومت وحدت ملی به وجود آمده، ولی مردم انتظارش عالی هست که توافقی که صورت گرفته باید فیصدی بالایش جنبه عملی بگیره، گرچه تا هنوز خیلی ضعیف بوده. تشکر. خواهش می‌کنم.